با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، در راستای بیمه به ذهنم اومد که بد نیست راجع به عواملی صحبت کنیم که میتونه روی نرخ بیمه ناممون تأثیر بذاره. حالا این چه عواملیه که میتونه تأثیر بذاره؟ مسلما وقتی که راجع به بیمه صحبت میکنیم، منظور من تو بخش بیمه هاییه که مربوط به پرسونال میشه، منظور بیمه های عمره، منظور بیمه های سلامتیه. ولی خب مسلمان یه عواملی میتونه رو این نرخ ما تأثیر گذار بشه، مثل سن. همجوری که میدونید اگر سن ما هر زمانی که اقدام میکنیم به گرفتن بیمه پایین تر باشه، نرخ مناسب تری داریم و میتونیم از مزایای طولانی بودن این نرخ برای زمان طولانی استفاده کنیم. در بیمه های نظیر بیمه های عمر، بیمه های سلامتی نظیر کریتیکال ایلنس، مسلماً دیگر عواملی مثل عادت های ما تأثیر گذاره. عادت های ما مانند سیگار کشیدن، مشروب خوردن، مسلماً اینا ریسک فاکتوره و روی نرخ بیمه ما تأثیر میذاره. دیگر عواملی که باز تأثیر میذاره وضعیت پزشکی ماست. وضعیت پزشکی ما، آیا آندر مدیکیشن هستیم، دارو مصرف میکنیم، گذشته ما میتونه تأثیر بذاره. مسلما شرایط خانوادگی ما میتونه تأثیر بذاره. بد نیست بدونید حتی اگر ما راننده خوبی نیستیم، منظورم اینه که احتمالا تیکت های زیادی داریم و احیانا پر خطر هستیم، این از دید بیمه قابل دید هست و تأثیر میذاره روی اکثر بیمه هایی که مربوط به بیمه های عمره یا بیماری های سخت، منظورم سلامتیه. حالا بعضی از بیمه ها مثل دارو دندون دقیقا این سوال پزشکی نیست، این بخش قضیه، ولی در مجموع جزو فاکتورهایی که تأثیر گذاره. نوع اپلیکیشن ما خیلی خیلی موثره، برعکس نکته‌ای که بعضیا فقط دنبال اینن که کدوم شرکته. به اعتقاد من اینجوری نیست، باید دید که چه اپلیکیشنیه، چه پروداکتیه بنا به خواسته ما. شاید بهتر باشه این رو در نظر داشته باشیم. وقتی شما با یه مشاور متخصص و اینکه شغلش اون جاب هست، اون کار هست، صحبت میکنی، نه اینکه چند تا شغل داره و ادعا میشه که خب در این زمینه هم میدونه، به اعتقاد من نمیتونه آپدیت باشه. در دنیای امروز ما اطلاعات لحظه به لحظه در حال تغییره، پس اشراف داشتن خیلی خیلی نکته مهمیه. پس مشورت با یک مشاور میتونه کمک کنه برای پایین اومدن نرخ بیمه هایی که میخواییم بگیریم در بخش عمر سلامتی که موضوع بحث هست. مسلما میدونید حتی اگه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم در سنین پایین، باز این مناسب تر میشه برای ما، چون میتونه موجب بشه که در طول زمان از سرمایه گذاری و بهره بیشتری استفاده کرده باشیم. امیدوارم سودمند بوده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.